বিসমিল্লাহ রহমান রহিম। আমাদের মাসলিন আজিজ স্যারে ফুরমি খে আজ মন্দা বোধান ইদমি আমু দার্স ছিল আষ্টমতন কে শারহ তাদিয়াত বোধান আগাদায়তন বসাত সুতুনে আফদম খালাস কাদেম সুতুনে আষ্টম শারহ তাদিয়াত। দার শারহ তাদিয়াত اولین مبلغ چی هستن؟ مبلغ مجموعه سند چی هستن؟ خریداری هستن. در این مبلغ مجموعه سند خریداری که هستن قبل از هر نوع کسرات، قبل از چی؟ از هر نوع کسرات. مثل نزیز طور مجموعی در اینجا ما چی میکنیم؟ ما نوشته میکنیم این مبلغ که هستن مساوی به مبلغ چی هستن؟ مجموع به حروف. اگر شما ستون 16 همه برین، اینی مبلغ که در اینجا شما نوشته میکنین، اینی مبلغ را، اینی باید مطابقت به اینی مبلغ باید داشته باشه. شما کرسر ماوس ببینین، در اینجا مبلغ مجموعی سند خریداری که هستن، اینی باید به شماره یا ستون 16 هم اینی هستن، به اینی مطابقت داشته باشه. از این باید اضافه باید نباشه. یک موضوع. اما دیم نوشته شده منفی مالیات شرکت. منفی مالیات شرکت که در اینجا ما نوشته نکردیم، مفهوم اینی چی هستن؟ منفی مالیات شرکت که هستن شرکت هایی که اجناس و یا خدمات را که عرضه میکند، در امو مالیات شرکت ها را طبق مقرره یا تنظیم امور مالی دولت، مالیات بر عایدات یا قانون مالیات بر عایدات که هستن، در اینجا چی میکنیم؟ ما وضع میکنیم مطابق ما. اگر 10% بود 10% ما میگیریم، 5 بود 5 ما میگیریم، 3 بود 3 ما میگیریم. هر چقدر که بودن نظر به مو تنظیم مقرره تنظیم امور مالیات بر عایدات. خب در اینجا ما چی میکنیم؟ با ذکر میکنیم و حساب بانکی باز در اینجا چی هستن؟ باز ما شماره حساب بانکی در اینجا که هستن باز ضرور نیستن، یا کد تصنیف که هستن یا شماره حساب بانکی که هستن در اینجا ضرور نیستن، به خاطر من صرف نظر کردم. خب اما منفی مالیای انفرادی، منفی مالیای انفرادی که هستن مسئولین عزیز از معاشات چی هستن؟ از شخص معلوم هستن، از معاشات اشخاص که هستن در اینجا چی میشون؟ وضع میشون. اینی مالیه که هستن، درج مبلغ مالیه که هستن از کد تصنیف عواید، کد تصنیف چی؟ عواید البته در اینجا در این قسمت کد تصنیف عواید و شماره حساب بانکی هستن که مالیه را انتقال میکرده. در اینجا ما مجبور هستیم که چی کنیم؟ ذکر کنیم. در مالی منفی مالی انفرادی که هستن ما شماره حساب بانکیش و مالی انفرادی را از امو حساب کد این ببخشید کد تصنیف که از ما شان وضع می شوند، ما از امو کد اینجا مثلا ما نشته مثلا زیاتر و مثلا از 21 کد تصنیف شون یا 21100 و مالی شرکت که هستن امو کد تصنیف که شماره حساب بانکیش که هستن از امو شخصی که ما مالیه را میپردازه اونو را در اینجا ما چی میکنیم؟ نوشته میکنیم. اما دیم منفی تأمینات، منفی تأمینات که هستن مبلغ تأمینات را که در این در تادیه فرم که هستن میم 16 چی میشون؟ وضع میگردد تأمینات. اینی تامینات به خاطر چی هستن؟ اینی تامینات به خاطر که یک پروژه که در وزارت مالیه قرارداد میگیرن به شکل تضمین هستن، یعنی به خاطر رفع نواقص قراردادی یک پروژه را میگیرن، دولت باید امو تامیناتشان باید گرفته باشه. اینی تضمینی که دولت میگیرن، اینی تضمینی تو نیستن که اینی تضمین به خاطر اصلا گارانتی و وارنتی هستن. اینی تضمینات، اینی تضمین به خاطر چی هستن؟ گارانتی و وارنتی هستن که اینو باید ما چی کنیم؟ من فکر کنیم چون ما اینجا نداریم، به اون خاطر ما صرف نظر کردم، ولی تشریح برات میکنم که چی مفهوم دارن. آمدیم نقطه دیگه شون سر برای مصارف چی هستن؟ عملیاتی، یعنی منفی مبلغ باز پرداخت شده. منفی چی هستن؟ مبلغ چی هستن؟ باز پرداخت شده.
منفی مبلغ بازپرداخت شده که هستند، در اینجا ما بنابر اشتباهی که در تادیات یا در وزارتخانه ها صورت میگیره، ما اینجا باز چی میکنیم؟ نوشته میکنیم. بعضی وقتها اشتباهات فرما ها هستن، اشتباهات صورت میگیرن، ما اما اشتباهات خود را که باز دوباره باید پرداخت میکنیم، ما در اینجا باید تذکر دهیم، امور را باید منفی کنیم. این مبلغ که هستن مثلا تحت کود امو درویی که هستن مثلا 41212 ما نام گذاری میکنیم که برگشت ماشاد یا مصارب که ثبت میشوند و همچنان امو شماره حساب بانکی که این مبلغ را در آن انتقال میشوند، در اینجا ما چی میکنیم؟ تذکر میدهیم در این قسمت را. و این منفی تأمینات که هستن، البته زیادتر وقت مطابق به قیمت ثابت که هستن چند فیصد وضع میشوند؟ منفی تأمینات 10%، 10% وضع میشوند و در حساب بانکیش 42104. ولی این 10% آل فکر کنم نظر با قانون و طرز العمل تدارکات که هستن، فکر کنم این فرق صورت گرفته، با اون خاطر ما اینجا چیکش شده صرف نظر نکردیم. اما این دیگه بخشان منفی که هستن سایر کسرات، منفی سایر کسرات که هستن در این ستون ها کسرات که هستن، ما امو کسرات را در اینجا چی میکنیم؟ ذکر میدهیم. در اینجا باز اگر اینی کسرات مثلا منفی مالیات شرکت نباشه، منفی مالیات انفرادی نباشه، منفی تأمینات نباشه یا مبلغ پاس پرداخت نباشه، بدون عظمی چار نو بخشی که نوشته شده بدین عظمو که هستن دیگه کسرات وضع شده باشه، باز ما در اینجا چی میکنیم؟ وضع میکنیم و در تحت کود تنصیف که هستن ما مثلا 41210 هستن سایر کسرات، 41210 ما در اینجا باز در ستون اول چی میکنیم؟ به ثبت میرسونیم. خب دو ستون بدون کدام کود تصنیف ترتیب گرده است، مثلا شما میتونین که اینی شماره حساب بانکی مبلغ که هستن شما در او انتقال برازو انتقال میدهین، اونو شماره حساب بانکی را شما در اینجا چی میکنین؟ در اینجا ذکر میکنین. آمدیم 19. اینی کود تصنیف آل باز بر توازه میشون، باز بر توازه میکنم. 19 کود تصنیفش، کود تصنیف که اصلا به شماره 17، شماره 17 کدام است؟ این اینجا است، به شماره 17 باید مراجعه شون، اینی ستون باید مراجعه شون. اینی ستون به خاطر چی مراجعه میکنیم؟ اینی ستون به خاطر از این مراجعه میکنیم که ما میبینیم که 26050 افغانی که هستن ما از کجا کردیم؟ 26050 افغانی اگر شما در تشریح مصارف بروین که کامپیوتر، لپتاپ، میز و چوکی، سیگتا، قرطاسیه، ما این خریداری که صورت گرفته از کاتگوری 22، ما اینی کود تصنیف که هستن در اینجا ما چی میکنیم؟ واضح نوشته میکنیم. و همچنان شماره حساب بانکی اگر اونو مالیه شرکت باشه، امو شخصی که مالیه را تحویل میکند یا امو اشخاصی که ما از ماشان مالیه وضع میشوند یا امو قراردادی که بخاطر تأمین گارانتی و وارنتی بخاطر رفع نواقص تأمینات در اینجا واضح میکند امو شخصی که، یا بدون از امی که باشه ما در اینجا چی میکنیم؟ ذکر میدهیم. آمدیم دی ستون چی هستن؟ 21 خو گفتیم که 21 باید ما به کجا مراجعه کنیم؟ ستون 17 اینه مبلغ 26050 ما برازی مراجعه میکنیم. آمدیم 22، 22 که هستن مبلغ خالص که هستن ما باید به حروف چی کنیم؟ باید نوشته کنیم. مکمل مبالغی که کسرات را از مبلغ مجموعی سند خریداری که صورت گرفته که وزن آمدیم و مبلغ باقی مانده را در اینجا ما چی میکنیم؟ اینجا ما ذکر میکنیم. چون ما در این قسمت که هستن ما مالیه شرکت را منفی نکردیم، مالیه انفرادی را منفی کردن نمیتونم چون ارتباطمون نداره، تأمینات را
منفی نکردیم، سایر کسرات خوبی از اونان استن. با مخاطر این 26,050 افغانی را مستقیماً در این قسمت را براتان نوشته کردم. اگر شما میبینین در مبلغ خالص به ارقام و 26,000 افغانی فورا در اینجا تذکر دادیم براتان. خب آمدیم محسنین عزیز، بخش دیگه که هستن در اینجا ما ستون دیگه چی هستن؟ 24 هستن، یعنی ما معلومات گیرنده. ستون 25 چی نوشته شده؟ معلومات بانکی گیرنده. معلومات گیرنده، در معلومات گیرنده ما که هستن در این ستون ما هر نوع تادیات که مربوط به معلومات گیرنده صورت میگیرند، ما قرار زیل چی میکنیم؟ این را مکمل نوشته میکنیم، این ستون ها را، این ستون ها را ما مکمل چی میکنیم؟ نوشته میکنیم. محصلین عزیز، خب شما محصلین عزیز تا این قسمت را شما برتان کار کردم. در این ویدیو شما در این قسمت که هستن شما همی ستون 18 همه که شرح تدیات هستن، در این شرح تدیات شما این منفی مالی شرکت ها که هستن شما طرز العمل اما مقراری مالیات برایدات هم مجبور هستین که شما مطالعه کنین، تحقیق کنین. یک موضوع. موضوع دوم، شما منفی مالی انفرادی هستند. مالی انفرادی اگر اینی برای معاشات ماجور میکردیم فرمی نیم 16 محصول عزیز، باید ما معلوم دار بودن که ما امو کسرات خود را که هستن از طریق هر شخصی که اینجا کسر وازه میشون، مثلا 100 تا کارمند هستن در اداره، از 100 تا کارمند شد تقاعد هستن، مالی هستن که تقاعدش 8%، مالیش نظر به همون ماش پرک میکند که 2%, 10% و 20% که هستن وضع میشون. و اگر 100 نفر کارمند میبودن، مثلا از 100 نفر کارمند 100 لک افغانی کسراتش چقدر میشوند؟ اما مجموع کسرات ما جمع میکردیم که در اون مجموع کسرات مثلا میامدن نشته میکردیم که تقاعد بود، کرایه بودن، نشته میکردیم که مالیه بودن، مثلا پیسی بانکی بودن. اینی را باز ما مجبور و مکلف هستیم در این ستون باز ما چی میکردیم؟ وضع میکردیم و با مو شماره حساب که ما اینی را دوباره در اکاونت بانکی خود اینی کسرات ما جمع میکردیم، اما اکاونت بانکی که از طریق معاشات وضع میشد کسرات، در این قسمت ما چی میکردیم؟ نوشته میکردیم. همچنان تأمینات را، شما تأمینات را از لحاظ قانون تدارکات شما بخوانین که چند فیصد یک پروژه‌ای که گرفته میشوند، امی تأمیناتشان چند فیصد هستند که گرفته میشوند. مثلا ما این تأمینات را از لحاظ قانون تدارکات که هستند، اگر شما بخوانیم، یک ما تأمین آفر داریم، یک تأمین ما اجرا داریم، یک تأمین ما پیش پرداخت داریم و دیگه تأمین ما محصلین عزیز، تأمین ما چی هستند؟ تأمینات هستند، یعنی تضمین تأمینات هستند که به خاطر گارانتی و وارنتی گرفته می شوند. بدون از امی که مالیه باشه، مثلا منفی مبلغ بازپرداخت شدن یا منفی سایر کسرات، در منفی سایر کسرات میتونه کرایه باشن، صندوق باشه، پیسی بانکی باشه و اینی که وضع میشوند، ما در کدام قسمت ای را باز دوباره تحویل میکردیم، اما شماره حسابی را باز ما در اینجا ذکر میکردیم و از این مبلغ ما کسرات را چی میکردیم؟ وضع میکردیم. پس مسئله عزیز، فرمی میم 16 که هستن تنها به گفتن ما یا به تشریح ما که هستن خلاص نمیشون. و شما شاید سوال کنین که استاد محترم، اینی خب فرمی میم 16 خب محسوبی هستن، شما باید روی تخته کار میکنین. چون محسنین عزیز، فرمی میم 16 امی مکمل نوشته های ازی که هستن روی تخته جای نمیشون، زیاد هستن، به مخاطر ما روی سکرین از طریق ماوس
که اصلا بر شما تشریح کردیم ولی تیار عملی خانه پوری شدن. شما میتونین که یک فرمه را به شکل خالی شما ببینین، او را از او روی از او که اصلا شکل عملی شما کار کنین. موفق و سربلند باشین. تشکر محسنین عزیز.